جان کلام. کاری از بهمن کریمی. سال 217 میلادی کاراکالا قیصر روم سفیری به ایران فرستاد تا دختر اردوان پنجم پادشاه ایران را برای خود خواستگاری نماید. سفیر در پیشگاه اردوان چنین گفت: با درود به احترام به پادشاه ایران زمین، من به نمایندگی از قیصر روم کاراکالا دختر شما آسیمن را جهت همسری و بانوی اول روم با کمال افتخار و مباهات خواستگاری می کنم. قربان. عجب عجب، آسیمن دختر من بانوی اول امپراتوری روم خواهد شد. جالبه. علی‌رغم پیمان شکنی های امپراتور روم، ما برای اینکه ثابت کنیم که طرفدار صلح هستیم درخواست شما را میپذیرم و این ازدواج را مایه دوستی دو ملت تلقی خواهم کرد. پس از این تصمیم افروز که از نجیب زادگان اشکانیان بود به اردوان چنین گفت: سرور من، جسارتم باید بگویم که من از این وصلت خوشنود نیستم، چرا که کاراکالا آدم قابل اعتمادی نیست. قربان. افروز تو جوان هستی، اما باید بگویم که زیاد هم نباید بدبین بود افروز، چرا که این وصلت باعث خواهد شد که خونریزی پایان گیرد و بعد از سالها جنگ و کشمکش سرزمین ایران و همچنین روم به یک آرامشی برسد. فرزندم. روزی که قرار بود قیصر روم به پایتخت ایران بیاید، آسیمن دختر اردوان در دلش آشوب و دلهره قوقا می کرد. پادشاه و بزرگان به قصد استقبال از قیصر روم از شهر خارج شدند. ناگهان در عین ناباوری و حیرت، کاراکالا قیصر روم با لشکری عظیم بر سر بزرگان و ریش سفیدان ایرانی هجوم آورد و همه آنها را قتل عام کرد، بجز اردوان که توسط محافظانش از مهلک جان سالم به در برده بود. روز بعد اردوان به سپهسالارانش چنین گفت: گوش کنید، قسم می‌خورم پیش از چیدن سیب‌های سرخ از باغ‌های میهنم سر قیصر روم را از تن جدا کنم و برای این کار به 200,000 سپاه احتیاج دارم که هر چه زودتر باید آماده شود. عجله کنید. اردوان امپراتور ایران با سپاهی عظیم بر رومیان یورش آورد.
و پس از شکستی سخت وارد کاخ کاراکالا شد. ولی به ناگهان افروز را دید که با سبدی که مخصوص چیدن سیب است به طرف او می آید. اردوان رو به او کرد و گفت: درون آن سیب چیست افروز؟ قربان، همان سیبی که قرار بود شما بچینید من چیدم و جسارتاً پیش دستی کردم. اردوان نگاهی به درون سبد کرد و با تعجب سر کاراکالا قیصر روم را مشاهده کرد و گفت: گمان برده بودم که دلباخته دختر من شده ای و حتماً این سند اثبات عشق تو به آسیمن است فرزندم. در التزام رکاب عشق خواهم بود تا ابد سر بر من. چندی بعد هنگامی که زمان چیدن سیب‌های سرخ فرا رسیده بود، افروز بر پشت خیش سبد بزرگ حمل سیب را بسته بود و همسرش آسیمن سیب‌ها را با ظرافت می‌چید و در آن می‌نهاد. با آرزوی صلح، صلحی پایدار برای تمام ملل جهان. در این خاک زرخیز ایران زمین نبودند جز مردمی پاک دین. نه دشمن در این بوم و برلانه داشت، نه بیگانه جایی در این خانه داشت.